مطابق شکل زیر در هر دو کفه وزنه قرار داده ایم و چهار چرخه ساکن است. با توجه به شکل زیر به سوالات 44 و 45 پاسخ بدید. میگه در چه صورتی چهار چرخه به سمت کفه A حرکت میکنه؟ زمانی به این سمت حرکت میکنه که نیرویی که اینجا داره وارد بشه بیشتر بشه. اون نیرو هم به جرم بستگی داره که بیاد توی این جهت. میگه جرم وزنه کفه 2 و کفه 1 و 2 به ترتیب از راست به چپ 10 و 20 گرم افزایش بدیم. نه دیگه، این 10 گرم رفته بالا، این 20 گرم، پس این سنگین تره میاد اینوری. این غلط. میگه جرم وزنه کفه 1 و 2 را به ترتیب از راست به چپ به اندازه 10 و 20 گرم کاهش بدیم. از این یکی 20 تا کم شده، از این یکی 10 تا کم شده. خب یعنی الان کفه 1 سنگین تره، پس جسم شما به سمت کفه 1 حرکت میکنه. دو رو نگه میدارم. جرم وزنه کفه 1 را 5 گرم کم کنیم، جرم وزن کفه 2 رو 20 گرم اضافه کنیم. خب اینو داریم کم میکنیم، اینو زیاد میکنیم، اینوری حرکت میکنه دیگه، پس اینم غلطه. 4 میگه جرم وزنه کفه 1 را 20 گرم کاهش بدیم، جرم وزنه کفه 2 را 5 گرم افزایش بدیم. اینم دقیقا مثل بالای دوباره اینوری حرکت میکنه، پس این غلطه. فقط میمونه گزینه 2، از این 10 تا کم میکنیم، از این 20 تا، پس الان این سنگین تره. جواب میشه گزینه شماره 2.